در زمان این رژیم که فریاد می کردم که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فکر این نیستن که چه آزادی اینها بهشون اعطا کردن و تا چه اندازه اینها می خواستن زنها یا مردها آزاد باشند. بله، اونها یه آزادی را می خواستن. حالا هم این اشخاصی که قلم دستشون است و بر ضد اسلام و بر ضد روحانیت چیز می بیسن، همین آزادی را می خواهند. و اون آزادی است که دیکته شده است از غرب. این نه آزادی می خواهند که هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما، مردهای ما را به تباهی بکشند. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه. مسئله بعدی این است که در برخورد با خانم‌ها چند چیز رو فرمودن کراهت داره. یکیش فرمودن این است که ابتداعاً انسان به خانم‌ها سلام نکنه. البته اگر اونها سلام کردن، جواب سلامشون در صورتی که مفسده نداشته باشه واجبه، ولی خود انسان ابتداعاً به خانم‌ها سلام نکنه. مسئله دوم این است که فرمودن کراهت داره دعوت بانوان به غذایی که انسان داره میخوره. شما یه جا نشستی غذا میخوری، مثلا یه خانمی هم داره رد میشه، دعوتش کنیم مثلا که برای خوردن غذا، کراهت داره و در مورد زنهای جوان کراهت بیشتری داره. و نکته آخر این است که فرمودن اگر خانمی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه، تو ماشین، جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه. بعد از سرد شدن اشکالی نداره، ولی قبلش فرمودن کراهت داره، یعنی این بهتره که این کار رو انسان ترک کنه. پامیلا هفشتا زن نشستن، اینم بره قاچی اونا بشه. لاده ها لا تعالی جهل و شهوت، شهوت زیاد میشه و جهلت هم زیاد میشه. سلام علیکم، دقیقه بشین و خاله خانم احوال شما خوبه؟ مشرف فرمودین، اجازه میفرمون من مطالعه دارم، برو تو اون اتاق. اما یه دقیقه بیه بشین، نرو بده، مقدسی نکن، بگو نشستنه با زن شهوت و جهل. حالا مهمونن، اومدن، فامیلن، یه سلی رحمی بشین، اما نشین زیاد. اونا که میخوان حرف بزنن شما پشو برو. یکی از کارهای حرام دست دادن با زن نامحرمه. فرقی نمی کنه این زن از فامیل انسان باشه یا غیر فامیل باشه، جوان باشه یا پیر باشه، در داخل کشور باشه یا خارج کشور باشه، فرقی بین اینها نیست. خانوما تو کوچه را میرید جاپات صدا نکند، برگرده ببیند کیس داره میاد ببینده، جاپا زن تو کوچه نباید صدا بده، کفشش تاک 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 صدا نده. قرآن بابا، زن نامحرم مثل زن من، با مرد نامحرم مثل شما بیش از 5 کلمه حرف نزند. یا پشت آیفون یا پشت تلفن. الو بفرمایید، آقای احمدی هستن؟ نخیر، که میان نمیدونم، خداحافظ.
دیور دندون پزشکی که دندون پزشک زن داریم که دیگه نمیره پیش دندون پزشک مرد. مگه میشه چی چیزی؟ خانوما مؤمنن. ای دکتر نامحرمه. ده میگفتن محرمه. محرم اسرارته، نه محرم بدنه. خانوما فتوا ندید جان من. نه طوری نیست. دکتر محرمه. چطور ما خونده محرم نیستیم، دکتر محرمه. دیگه اونا اما مهمترن. بعد میرن نوبت میگیرن، بعد چطور خجالت نمیگیرن. بعد من جالب از شوهرش تعجب میکنم، تو چطور اجازه میدی؟ شوهرش تعجب میکنم، تو چطور اجازه میدی؟ آخه چه ضرورتی داره زن بره بشه کارمند بانک یا سرکار خانم مهندس وزارت راه؟ اینا چه ضرورتی داره؟ اونایی که ضرورت داره من حرفی ندارم، بحثی ندارم. بالاخره یه شغل هاییست، معلم زن برای دخترهای شیعه نیاز معنا نداره دختر شیعه بره کلاس و درس یه معلم مرد بنشیند بعد هم یک اتفاقاتی بیفتد. نزدیکترین حالت زن به خدا این است که در پستوی خانه اش بماند. ای مردم، زنان از نظر ایمان و ارث و عقل ناقص هستند. درباره این مطلب قدر توضیح بدهید. بله، این از فرمایشات آقا امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ جمل که حضرت در این خطبه می فرماید این مردم، زنان از نظر ایمان و از نظر ارث و از نظر عقل ناقص هستند. نهج البلاغه امیرالمؤمنین هم فرموده ان النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ، بله نواقص المیراث، ارث کم میبره مرد و برابر، بله زنها عقلشون یه قدی از مردا کمتره. حالا رئیس جمهورشون میکنن در ممالک خارج، اونا مثل اونا. زن که نبود رئیس جمهور بشه، مرجع نمیتونه بشه زن. یه زن ولی اعلم علما باشه، یعنی الان یه زنی پیدا بشه که از مجتهدین مرد علمش بالاتر باشه، تقلید میشه کرد؟ نمیشه از زن تقلید کرد. اینا رو بنویسین ها، بعضی از اون سوال میکنن چرا زن و مرد مساوی نیستن؟ که حرف خدا به خدا ایراد میگیری؟ به پیغمبر خدا ایراد میگیری؟ تو کی هستی که چرا میگی زن و مرد چرا مساوی نیستن؟ هی ایراد میگیرن چرا زن و مرد؟ حتی گاهی هم سر صدا میشد که تو مجلس میخوان تصویب کنن که زن و مرد رو مساوی کنن. این افتخاری نیست برای زن که او رو از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. فرهنگ غربی خانواده را متلاشی کرد. امروز یکی از مشکلات بزرگ دنیای غرب متلاشی شدن خانواده هاست، افزایش فرزندان بی‌هویت است. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است. محدودیت‌های اعمال غرایز جنسی از این جهت مهم است. با این دید باید به مسائل اسلام و به احکام شریعت اسلامی نگاه کرد. یه دروغ هم جایزه، اونم دروغ به زنه. به زنش هم آدم میتونه دروغ بگه، برای اینکه چمشو به دست بیاره. میگه برای من طلا بخر، بگو چرد 18 عیار یا 14. برای اینکه چمشو به دست بیاری همه سر شیره به مال، هی دروغ بگو، هی دروغ. حالا اونم نمیدونه که شما دروغ میگی، خیال میکنه راست میگی، دیگه محبت شما میره تو دل او.
دیگه میمیره برات. شبا هی دروغ بگو تا صبح، تا صبح تا میتونی هر چی میتونی بزنه دروغ بگی جایزه، اما به کسی یه نمیتونی دروغ بگی، فقط به زنت میتونی دروغ بگی. اونم برای چی؟ برای اینکه چیش کنی. آره دیگه نمیگم واقع شد. ما معمولا اول زندگی به زنمون میگیم 5 تا بچه میخوایم، میترسه. نه بگو یه دونه بچه میخوایم. من خودم یه ورزن دنیا اومد، یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی میخواد. خب دنیا اومد، تا 12 که دنیا اومد یک سال و نیمه شد، گفتیم همبازی میخواد. یعنی شما قرار نیست که یک دفعه بگید این تعداد رو. و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه، خانم قطعا همراهی میکنه. یه خداوند تبارک و تعالی چند قسم حیوان خلق کرده. یک قسم حیوان خلق کرده برای اینکه مردم وسیله سفر باشه براشون، اسب، شتر، این حیوانات چارپاس که مردم ازش استفاده میکنن برای سفرهاشون، این یک قسم حیوانه. یک قسم حیوان خدا خلق کرده که وسیله غذای مردمه و اون مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولیکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هست. تجاوز به حقوق دیگران بدحجابی ها، اون آرایش کردن ها، اگر هدف این نباشه که من و شما رو تحت تاثیر قرار بده، تو فکر من و شما نفوذ کنه، چه هدفی داره؟ برو بر ترمینم رو سر یادونا بزرگ بگیرید و اینجوری کنید که برجستگی بدن دون پیدا نباشه. اینجور نکن که گردنت پیدا باشه، اینجور کن. ولی از رب نه بیاندازن خماره نه علا جیوبه نه. شما به چی میگید؟ جیب عربیه، جیب عربیه، اینجا رو میگیم جیب تو اینجاست. ولی از رب نه به خماره نه علا جیوبه نه. روسریا اینجا بنداز گشاد، خمار خمار روسریه گشاد، بیاد تا پایین، نه یه چیزی مثل دستمال کاغذی دومه یابو از پشتش پیداست، کله گربه از جلو اینجوری بنداز بره تا پایین. حجاب یک ارزشی است که الان در اروپا زنان مسلمان به خاطر حفظ این ارزش کتک میخورن، زندان میرن، مصیبت میکشن، از کار اخراج میشن، کارتون خواب میشن. پس حجاب یه ارزشه. به یه خانم بی بندوباری تذکر داده میشه که محیط دانشگاه محیط بد اخلاقی نیست، بهش بر میخوره. اینجا که اشتد کده نیست، دانشگاهه. عفاف و عفت و حیا و عصمت و حجاب جز ضروریات اسلامه. تا قیام قیامت یه گوشش نمیتونه سایده باشه. زن و مرد در رابطه با حجاب اسلامی، عفاف اسلامی، از نیروهای نظامی انتظامی انتظار داریم، از امر معرفی ها انتظار داریم، از همه انتظار داریم رعایت کنیم، تذکر بدیم. امیرالمؤمنین میفرماد مردا و جوونا زن نامحرم خوشگلو که میبینن تو اداره، تو شهرداری، تو فروشگاه ها، تو مغازه ها، تو بانگاه، همین جور که خیره به این زیبایی‌ان با چشمشون دارن زنا میکنن.
این رو که نمیشه منکر شد. ما مردا به شما خانوما اعلام قطعی بکنیم ببینیمتون هم با چشم هم تو خیالمون با خود شما در حال زنا. نگاه اسلام اینه خصوصیات زنان ناقص العقلند، خدای زنان باید میشید مردم باشند، چطور زنانی که نافرمانی میکنند مورد خشم و غضب خداوند قرار میگیرند، زنان باید خود را برای شوهرانشان زیبا کنند و از چشمان نامحرم بپوشانند، زنان در پستوی خانه هاشان به خدا نزدیکترند. زنان ناقص العقلند، زنان باید مطیع مردان باشند و زنانی که نافرمانی می کنند مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرند. زنان ناقص العقلند، زنان باید مطیع مردان باشند، زنانی که نافرمانی می کنند مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرند. زنان باید خود را برای شوهرانشان زیبا کنند و از چشمان نامحرم بپوشانند، زنان در پستوی خانه هاشان به خدا نزدیکترند، به زنان خود بیاموزید و دختران خود را نزدیکترند. به زنان خود بیاموزید و دختران خود بیاموزید.